دو خواهر، سال انتشار 2003، ژانر ترسناک دلارآور. داستان در مورد خانواده‌ای که درگیر تراژدی‌های مرگبار بین خودشون میشن. جانگوا و هنگریون دو تا خواهرن که تازه از آسایشگاه روانی مرخص شدن و قرار دوباره پیش پدر و نامادری وسواس و بیرحمشون برگردن. بعد از یه مدت کوتاه رفتارهای نامتعادل و غیرعادی نامادری شروع میشه و تو همین شرایط سر و کله روح مادر هم پیداش میشه. حالا اونا باید با همراهی نامادریشون یه راه واسه مقابله با روح مادر پیدا کنن. فیلم کره دو خواهر تا حالا تونسته با حدود 60,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 7.1 رو ثبت کنه. انگل، سال انتشار 2019، ژانر درام مهیج کمدی سیاه. داستان جالب و اجتماعی فیلم در مورد هرس و طمعیه که میون خانواده ثروتمند پارک و خانواده فقیر کیم شکل میگیره. کیو یه پسر جوونه که بین یه خانواده معمولی توی منطقه فقیر نشین زندگی میکنه. اون همراه بقیه اعضای خانواده از راه درست کردن جعبه‌های پیتزا برای رستوران ها درآمدزایی میکنن، ولی اوضاع قراره برای اونها حسابی تغییر کنه. کیبو به پیشنهاد یکی از دوستاش معلم خصوصی دختری که از خانواده‌های بالا شهری میشه و ماجراهای این دو خانواده به هم گره میخوره. فیلم انگل بعد از انتشارش سال 2019 کلی جایزه گرفت و با حدود 7,000 رای تا حالا تونسته امتیاز خوب 8.5 IMDb رو بگیره. سال انتشار 2016، ژانر درام مهیج. دختر جوانی تو نقشه کنیز واسه خدمت به یه دختر و عموی ثروتمندش راهی منزل اونا میشه. این دختر در اصل با همکاری یه کلاهبردار واسه گول زدن دختر تلاش میکنه و میخواد اونو عاشق مرد کلاهبردار کنه، ولی هرچی از فیلم میگذره ماجرا جذابتر و پیچیده تر از قبل میشه. کنیز یا ندیمه یکی از محبوب ترین و پر افتخار ترین فیلم های کره جنوبی محسوب میشه. این فیلم با حدود 130,000 رای تونسته امتیاز 8.1 IMDb رو ثبت کنه. قطار بوسان، سال انتشار 2016، ژانر اکشن ترسناک. ماجرا با زندگی یه پدر به اسم سوکو و دختر کوچیکش سوان شروع میشه. سوکو به نظر پرمشغله میاد و زیاد برای خانواده وقت نمیذاره. همین مثلا باعث شده از همسر و دخترش فاصله بگیره. این پدر و دختر آماده سفر میشن و قراره با قطار سئول رو به مقصد بوسان ترک کنن تا سوان بتونه مادرش رو ببینه. اونا میونه راه متوجه اتفاقات عجیبی میشن. کره جنوبی درگیر یه ویروس خطرناک و مرگبار شد و فقط تعداد کمی از مسافران قطار تونستن زنده بمونن. حالا این چند نفر درگیر چالش‌های خطرناکی میشن که باید برای زنده موندن تلاش کنن. قطار بوسان تا حالا تونسته با حدود 2,000 رای تو سایت IMDb امتیاز 7.6 رو بگیره. خدمتکار خانه، سال انتشار 2010، ژانر درام مهیج.
یکی دیگه از فیلم‌های محبوب کشور کره جنوبی که سال 2010 تو ژانر فیلم‌های دلهره‌آور و رمانتیک منتشر شد. فیلم 147 دقیقه یه خدمتکار خانه داستان رابطه مردی رو با خدمتکار خانوادگیش نشون میده. این قضیه ماجراهای وحشتناکی رو برای دختر خدمتکار و حتی بقیه اهالی خونه به وجود میاره. این فیلم کره‌ای تا حالا با 11000 رای تونسته امتیاز 6 مایز 4 از 10 IMDb رو بگیره.